بله، این روزا شاهد اوجگیری مجدد قیام توی مراسم 40 شهیدان و تجمعات اعتراضی تو شهرهای مختلف با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای و همینطور شاهد تظاهرات در بازار بزرگ تهران و اعتراضات تو شهرهای دیگه بودیم. از طرف دیگه رژیم به مناسبت 9 دی دست به راه اندازی یک ضد تظاهرات زد. دوستان، برای بررسی بیشتر این موضوع همراه میشیم با آقای صلاح عبدالله نژاد. صلاح، به شما خوش آمد میگم. خیلی خوشحالم که همراه ما تو این گفتگو هستی. میخواستم به این موضوع بپردازیم که اوجگیری مجدد قیام توی مراسم 40 شهیدان و همین تجمعات و اعتراضاتی رو که گفتیم چه پیامی داره؟ با تشکر از شما یاسر که این فرصت را دادید و همچنین با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون ایران آزادی و با هزاران درود به مردم قیام آفرین در سراسر کشور. خب، همونطور که اشاره کردید، تو شهرهای مختلف ظرف دیروز و دیشب در واقع قیام و تظاهرات اعتراضی در جای جای نقاط کشور برگزار شده بود. به طور خاص در سمیرون بود، در جوانرود که اصلا خیابان‌ها را سنگربندی کرده بودند، در خود تهران محلات مختلفش، در اصفهان و جاهای دیگه که خودتون اشاره کردید. خب این نشون میده که اولا در واقع رژیم و دستگاه سرکوبش به طور واقعی قادر به توقف این قیام نبوده. یعنی عملا ما ببینیم که استمرار پیدا کرده. اعدام و کشتار و دستگیری ها و سایر جنایتایی که رژیم داره مرتکب میشه نتونسته که این قیام رو متوقف بکنه و این هم نشون میده که رژیم هرگز قادر نیست در واقع صورت مسئله این قیام رو پاک بکنه. گسترش این تجمعات اعتراضی و بخصوص بعد از ادعای رئیسی هم که گفته بود قیام تمام شده و اینا، خب این پیام خیلی واضحی در واقع به رژیم میده که این قیام تمام شدنی نیست و سر بازی ایستادن نداره. خیزش مردم بلوچستان هم در روز جمعه به اضافه همین سنگربندی در واقع جوانرود و تقدیم یک شهید دیگه به این قیام باز همین واقعیت رو اثبات کرد که استمرار قیام ادامه داره و این خودش همه چیزه. بله صلاح، حالا ما مشخصا دیروز شاهد حضور گسترده مردم جوانرود توی 40 شهیدان بودیم، به خصوص درگیریشون دیروز با نیروهای سرکوبگر. همینطور یادمون هستش که ماه گذشته هم سرکوب شدیدی رو علیه این شهر انجام دادن. این بلند شدن مردم در 40 دیروز رو چطور میبینی و فکر میکنی چه پیامی داشته باشه؟ میدونید که در واقع جوانرود که دیروز مراسم 40 7 تن از شهدا رو مردم میخواستن برگزار بکنن، اگه یادتون باشه 40 روز پیش رژیم با سلاح نیمه سنگین قیام مردم جوانرود رو در واقع هدف قرار داد، یعنی با حتی دیگه کلاش و اینجور چیزها پاسخگوی این نبود، حتی سلاح نیمه سنگین به کار برد. تا حالا مردم در گرامی داشت این شهدای گرانقدر خودشون میخواستن برن مراسم برگزار کنن که رژیم از قبل در واقع تدارک نیرو چیده بود، از کرمانشاه و جای دیگه نیروی تقویتی آورده بود، راه‌ها را بسته بود به آرامستان، ولی مردم عزم جزم داشتن که حتما این برنامه را برگزار بکنن، ولی رژیم با این حال شروع کرد به شلیک گاز اشک‌آور و گلوله جنگی هم استفاده کرد و حتی همونطور که خودتونم تو اخبار گفتید یک نفر از مردم جوانرود به شهادت رسید که برهان الیاسی 21 یا 22 ساله بود. 22 ساله. بله. و از اون طرف مردم دیگه عزم جزم داشتن، حتی همین شهادت همین برهان الیاسی را هم در واقع تبدیل کردن به عاملی برای قیام هرچه برافروخته تر، هرچه فروزانتر، و مراسم خاکسپاری اون رو برگزار کردند و همین را تبدیل به یک قیام گسترده کردند. کیوسک نیروی انتظامی را با آتش کشیدند و با شعارهای مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای و اینکه بسیجی داعشی، سپاهی داعشی ما شمایید و مرگ بر سپاهیون، دیگه به رادیکال ترین شیوه در واقع قیام خودشون رو ادامه دادن. خیابان‌ها رو همونطور که گفتم سنگربندی کردن و شعارهای دیگه هم دادن، از جمله کرد و بلوچ و کرد و بلوچ برادران تشنه به خون رهبرند، کردستان زاهدان جانم فدای ایران، و با این شعارهاشون هم
مهر اصلی بر تمامیت ارضی رژیم زدن، چیزی که رژیم در واقع عکسش رو تبلیغ میکنه، و هم وحدت بین ملیت‌ها رو در واقع مورد تاکید قرار دادن. و از اون طرف هم خوبه همینجا هم اشاره بکنم که خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت در همین رابطه پیامی دادند و گفتند که خامنه‌ای ضحاک که حتی از شهیدان و گرامی داشت یاد نام اونام وحشت داره، مردم قهرمان جوانرود را که برای 47 شهید قیام گرد آمده بودند به گلوله بست و خون برهان الیاسی جوان دلاور دیگری از این دیار را بر زمین ریخت. ولی این جنایت ها فقط شعله های قیام را فروزان تر میکنه. یعنی در واقع نکته قابل توجه این بود توی این مراسم در اینجا اثری از سوگواری و غم و ماتم و اینا نبود، بلکه تماما شور انقلابی مردم بود که در صحنه میدرخشید. بله، از رویاروی مردم تو جوانرود برامون گفتی سلام، ولی دیروز شاهد تظاهرات مردم در بازار بزرگ تهران و در شهرهای دیگه هم بودیم. میخواستم پیام اینها رو مشخصا بعد از صحبت‌های رئیسی که تهدید کرد و گفت و اشاره هم کرد که قیام دیگه تموم شده، این رو چطور می‌بینید؟ می‌دونید که پیام همه این قیام‌ها در هر نقطه از ایران، از جوانرود بگیر تا بازار تهران که اهمیت خاص خودشو داره، تا نمیدونم مردم سنندج که دیشب در حمایت از جوانرود و همچنین مردم کرمانشاه دوباره دست به قیام و شورش دادن و شعار مرگ بر خامنه‌ای دادن، تک تک اینا یک پیام مشترک داره، اونم اینه که این قیام تا سرنگونی رژیم بی شکاف و بی وقفه با هر افت و خیزی ادامه خواهد داشت. این شعارشون هم که خیلی مشخص بود، مثلا تو همون بازار تهران شعار بدادن امسال سال خون سید علی سرنگونه، فقر فساد گرونی میریم تا سرنگونی. و درگیری در میدان 15 خرداد خب خیلی گسترده تر بود و بازارم کشیده شد و بخشای از بازار دیگه کلن تعطیل شد. بازار کفاشان، طلافروشی، لوازم خانگی اینا همه تعطیل کردن. نیروهای سرکوبگر رژیم از ترس شکلگیری مجدد تظاهرات در واقع نیروهای خیلی زیادی تو این منطقه مستقر کرده بودن. در یک کلام پیامش همون استمرار قیام. حتی این که گفتید رئیسی تهدید کرده بود، خب نه فقط رئیسی، بارها و بارها تهدید کرده در جریان این 108 روز قیام که الان ما روز 108مش هستیم، بلکه مثلا پاسدار سلامی فرمانده سپاه رژیم هم بارها و بارها اومده اعلام کرده از فردا دیگه کسی نباید بیاد. خود خامنه ای هم چندین بار اومده در واقع تهدید کرده. دستگاه قضایی رژیم هم از دادستاناش بگیر تا خود رئیس دشقیم قوه قضایی بارها اطلاع دادن، اختاریه دادن، سرکوب میکنیم ولی میکنیم. ولی با این حال ما ظرف همین 24 ساعت گذشته ببینید شاهد قیام در چندین نقطه کشور بودیم و مطمئناً این قیام ها همچنان ادامه خواهد داشت. بله سال، به عنوان آخرین سوال میخواستم اشاره هم بکنی به ضد تظاهراتی که رژیم در واقع پریروز جمعه 9 دی تو سالگرد سرکوب اعتراضات راه انداخت. نتیجه اون رو چطور دیدی؟ میدونی که این ضد تظاهراتی که رژیم را میانداخته خب کاملا تدافعیه. اولا این اولین بار هم نیست که این از این ضد تظاهرات را میانداخته، این چهارمین باره یا پنجمین باره در همین دوره 108 روزه قیام دست به همچون کاری میزنه. حالا به طور خاص به مناسبت 9 دی رژیم یک هفته بسیج تمام عیار داده بود که در روز 9 دی این کارو بکنه. اولا در خود روز 9 دی فقط در بخشی از شهرها این کار کرد، بخشی از مراسمو انداخته بود 8 دی، مشخصا مراسم تهران و نمیدونم کردستان و جای دیگر رو روز 8 دی برد. علتش چی بود؟ علتش این بود اینقدر نیرو نداره، یعنی اینقدر ریزش کرده نیروهاش، نیرو نداره که در یک روز همه مراسم ها رو برگزار بکنه، مجبور قسمت کنه، تقسیم کنه که بخشی از نیروها رو برای در واقع حفاظت به کار بگیره که دوباره قیام و شورش صورت نگیره. ولی علی رغم همه اینا شاهد بودیم درست در همون روز 9 دی که رژیم اینا به بسیج داده بود، دیدیم تو زاهدان و خاش و نمیدونم شهرهای دیگه سیستان و بلوچستان و همچنین در سایر نقاط چه اتفاقاتی افتاد و تظاهراتی که برگزار شد و شعارهای مرگ بر خامنه‌ای دوباره تو کف خیابانا رو ما شاهد بودیم. حالا تو خود تهران اومده علی رغم یک هفته بسیج نیومده تو میدان آزادی مراسم برگزار بکنه، اومده تو یک میدان کوچکتر به نام میدان امام حسین برگزار کرده، تازه خود همون میدان را هم نتونسته بود پر بکنه.
خالی بود. به همین دلیل نیروهای بسیجی رژیم وقتی که دوربر خودشون نگاه میکردن میدیدن ریزش نیروهای خود رژیم رو با چشم در واقع در اطراف خودشون میدیدن. پاستر رمضان شریف یکی از سخنران ها بود مثلا تو قزوین، تو چون تو هر کدوم از شهرها یک سخنران هم داشت، اون تو قزوین اعتراف کرده بود، گفته بود که منشأ اختشاشات، حالا به این قیام شکومند مردم میگه منشأ، اختشاشات میگه منشأ این اختشاشات یکی بیشتر نیست و اونم همون منشأ یک مجاهدین خلق به وجود آورد. یعنی دقیقا داره آدرس میده که عامل اصلی این قیام و اینکه کی پشت این قیام هست کیاست و کدوم جریان و کدوم گروهه. واقعیت اینه که در واقع زیر ضرب قیام که امواجش در این 108 روز پیاپی بر این پیکر فرسوده رژیم در واقع داره نواخته میشه، اولا نیروهای رژیم از بالا تا پایین دارن در واقع فرو میپاشن و میبرن و ریزش میکنن، که این پاسدار ابازری است که مشاور فرمانده سپاه، خب خودش توی تلویزیون رژیم صحبت کرد، گفت که فرماندهان خود من هم بریدن، خواستم که کم آوردن، حالا از فرماندهان بالا بگیر دیگه پایین ببینید چه خبره. ثانیا خب شعار مرگ بر خامنه ای هم در همه جا اینقدر فراگیر و گسترده شده که در واقع اصلا این آب رفتار رژیم نمیتونه به جو برگردونه و ابعاد شکستگی رژیم هم نشون میده. حالا رژیم تو این مراسم نوه دی و مراسم های دیگه هم که در آینده میخواد برگزار بکنه، مثلا از امروز 11 دی تا 18 دی به مدت 8 روز به مناسبت سال مرگ قاسم سلیمانی دشخیم میخواد برنامه برگزار بکنه. هدف همه این برنامه ها یک چیز بیشتر نیست، هدف نوه دی هم همین بود که بیاد در واقع برای خامنه ای با توجه به اینکه نوک تیز حملات مردم قیام آفرین به رأس خیمه رژیم یعنی خامنه ای بوده، میخواد به اصطلاح اینو در واقع چیز بکنه، تطهیر بکنن که اینقدر جنایت و اینقدر خباثت داره خامنه ای که به هیچ وجه رژیم با این گونه برنامه های ورشکسته هرگز نخواهد تونست از این کارها بکنه. بله بسیار سپاسگزارم از شما صلاح عبدالله نژاد از اینکه تو این گفتگو همراه ما بودیم و نکاتی که در ارتباط با قیام و وضعیت رژیم گفتی سلام. منم متشکرم از فرصتی که دادید. خب دوستان، گفتگویی بود با صلاح عبدالله نژاد در رابطه با اوجگیری قیام و پاسخ به تهدیدات رئیسی. در ادامه برنامه همراه ما باشید.